سلام، چاکرم، شهرزم، مادم با یه ویدیوی خفنه دیگه، یاماکس خفنه دیگه و چند تا کتونی خفنه دیگه. ما امروز بذار سیس قهوه رو داری یا نه؟ سیس قهوه رو فقط برو. امروز ما میخواییم خفنترین خریدای سال 2023 مون که گذشت رو بهتون نشون بدیم. یعنی کفشایی که از نظر من اوکی بودن، کفشای خوبی بودن، خوش استایل بودن و همشون الان رفتن تو ریسل با قیمت بالا دارن فروخته میشن. پس اگه تازه اومدی توی کانال من، اهل کتونی، اسنیکرز بازی، بدون که من خودم یه کالکشن خفن دارم و هی دارم به این کالکشن هر روز اضافه میکنم و این یه عشقه و من این عشقو با شما به اشتراک میذارم تو کانال یوتیوبم. شما اگه مثل من عشق بازی، کتونی بازی دوست داری، کتونی خوشگلو ببینی، حتما کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو اگه حال کردید لایک کنید، ما رو به دوستای کتونی بازتون معرفی کنید، زنگوله رو فعال کنید و کارهای اداریش رو انجام بدید دیگه. دمتون گرم. چون که یه مقداری آنباکس زیاد داریم، باید از صحبت‌ها بکاهیم. در واقع سیس قهوه رو بیا. اینجوری هست که ما تصمیم گرفتیم خفن‌ترین کتونی‌های سال 2023 رو به شما نشون بدیم تا سال بعد. همینجوری که میدونید سال پیش هم این کار رو کردیم، ولی امسال اومدیم با حرکت‌های خفن‌تر و بهتر. از کدوم شروع کنیم که جالب باشه؟ از نیو بالانس. اینجا تکم افتاده بچه. نیو بالانس 960 یکی از کارهایی بود که اصلا تا می اومد تو بازار سری سولدات می شد و بعد می رفت تو ریسل با قیمت بالا. این 960 چی کار کرد تو بازار؟ واقعا یک کفش راحت، خوش استایل، خوراک ورزش، استفاده روزانه، استریت استایل، کلاسیک استایل، نه کلاسیک استایل زیاد داغش نکنیم قضیه، ولی در کل کفش پر طرفداریه که الان می خواهیم یکی از رنگای نابش رو ببینیم که تازه هم ریلیز شده. یعنی بعد از همه رنگاش، مشکی، سبز، آبی، سیاه، سفید که خیلی طرفدار داشت، این رنگش اومد توی بازار. بذاریم در بیارم. این کفش نیو بالانس 960 از کفشای پرطرفداره، خیلی کفش راحتیه و استایل خفنی داره. این رنگش تازه اومده تو بازار، قیمتش فکر کنم 6300-400 لیر اینطورا باشه. یه ترکیب رنگی قهوه‌ای مشکی خیلی خوبه، یه سبز ارتشی ناب محمدی هم داره. ایشون جزء کفشایی بود که من واقعا دوستش داشتم، خیلی خفن بود، مخصوصا این رنگش. بعد سیس بنداش، بنداش حالت اینجوری بیلبیلک داره، با بیلبیلک بازو بسته میشه، خیلی خفنه. آیرودینامیک خیلی خاصی داره این کفش، زیره خیلی خفنی داره. اصلا میگم یه کفش عالیه برای استفاده روزانه، برای بچه‌هایی که مشکل کمردرد، پادرد دارن، یه کفش راحت میخوان، کسایی که زیاد پیاده روی میکنن، کسایی که ورزش های سنگین میکنن. نیو بالانس 960 و این رنگش به نظر من خیلی خفن بود، خیلی دوستش داشتم. تقدیم شما بود. این از نیو بالانسمون که قطعاً یه نیو بالانس هم باید داشته باشی. بریم سراغ کار بعدی. نیو بالانس باز کردیم، آدیداس داریم، جردن داریم. بذار یه آدیداس براتون باز کنم. آدیداس کریزی اینفینیتی یکی از آدیداسایی که من خیلی دوستش دارم. خیلی کار خاصیه. یعنی واقعاً جزء سری کارهاییه که اصلا امکان نداره شما پاتون کنید یه جا برید و همه چشا نیاد توی کفشای شما. آدمایی مثل ما چون عشق کتونی داریم و خودمون کتونی بازیم و کتونی‌های خوشگل و خفن می‌پوشیم، وقتی توی جمعی هم می‌ریم اولین چیزی که نظرمون رو جلب می‌کنه کفشای طرفه. یعنی در واقع اول می‌ریم سراغ کفشش ببینیم چی کفشای پاشون کرده. و در مقابل آدمای اطراف ما هم چون ما رو می‌شناسن که ما هم کتونی بازیم و عشقشو داریم و فلان اینا، اونا هم باز به کفشای ما نگاه می‌کنن. و آدیداسه کریزی اینفینیتی اصلا از اسمش مشخصه، واقعا کریزی. این کفش جزء کفشاییه که همه چشا میاد روش، اصلا امکان نداره شما پاتون نکنید، همه بگم واو عجب کفش خفنی، آجی چیه، مارکش چیه، اصلا کار عجیب غریبیه. مخصوصا این رنگش داداش، من این رنگش رو خیلی دوست دارم، واقعا کلین این رنگش، واقعا خفنه. کار بکشم
آدیداس اینفینیتی، کریزی اینفینیتی، رنگ سفیدش. آقا این کفش اصلا میگم خداست عجیب غریبه، انگار توی سیاره دیگه این کفش رو تولیدش کردن، طراحیش کردن، دیزاینش کردن. بس که این کفش خوشگله. این کفش میدونید که جز سریای بسکتبال آدیداسه، یعنی کفشی که در واقع برای آدیداس برای بسکتبال طراحی شده. بی وجدان، بی ناموس، اصلا خوشگل، اصلا بهتون نگم. این کفش علاوه بر طراحی خاصش مقاومت خاصی هم داره، یعنی چون برای بسکتبال طراحی شده اطراف کفش خیلی محکمه، به خاطر اینکه حالا بسکتبالیست‌ها زیاد پایی درگیر میشن با هم و اینا. کفش قوی عمری. بعد این سیس جدیدش که امسال در واقع یعنی پارسال اومد تو بازار، این اومده جلوش زیپ هم براتون گذاشته. خب به خاطر اینکه بسکتبالیستا یکی از چیزایی که مهمه و رو اعصابشونه که بندشون موقع بازی باز نشه همش، به خاطر همین سعی میکنن کفشا رو اینجوری طراحی کنن که اون بندا کاور بشه با چیزی که اگر یه درصد هم باز شد زیر کاور باشه، که این خاصیت رو داره. بعد اصلا سیس کفش خیلی خفنه، بسکتبالی ها مطمئنم عاشق این کفشن. و رنگ سفیدش خب همیشه استایله، یه رنگ سیلور هم داره، یه رنگ مشکی هم داره، مشکیش هم خیلی خوبه واقعا. اگه طرف دارین کفش باشی همه رنگاشو باید داشته باشی. قیمتش هم حلوش 5000 لیر 6000 لیر این طوراست و واقعا این رنگ سفیدش عالیه. چی باز کنیم؟ بذار یه جردن بیایم، یه جردن بیایم، بعد بریم سراغ آدیداس و این دوراستانا. من چرا دستم کثیف شد؟ ای جردن وانلو تو دنیا طرفدار زیاد داره و این رنگ امسال اومد و به نظر من رنگ خفنیه. یه ذره دیر جنبیدن چون خیلی دیر سولد آوت شد، هنوزم شاید یه سری از سایزاش موجود باشه توی بازار، ولی جز رنگایی بود که بی‌نظیره به نظر من. ترکیب رنگیش کارو شما نگاه کن چرا خوشگله. ترکیب رنگی همیشه برنده است، آبی و سفید و مشکی. خب میگم این کفش کلن کفش پرطرفداریه توی دنیا، خیلی خفنه، توش هیچ حرفی نیست، هیچ بحثی نیست، مخصوصا این رنگش من خیلی دوست داشتم. ببینید ای جردن یه ذره داره محبوبیتش رو این روزا از دست میده، چون تکرار زیادش به نظر من دل مشتری و طرفداراش رو زده. به خاطر همین تنها چیزی که میتونه الان جذب کنه، چون مدل که یکی، اون رنگ بندی و جنس خاصیه که استفاده میکنه، ولی ترکیب رنگیش واقعا ترکیب رنگی جذابیه، جز کفشاییه که واقعا من توی کلکسیونم میذارم این رنگو، چون میدونم بره توی ریسل کلی قیمتشه. همیشه همین جوریه، یه کاری وقتی میاد ملت یه ذره صبر میکنن، میگن آقا یه چیز بهتر میاد فلان اینا، در صورتی که این تموم میشه، این سولد آوت شده الان. این کارای اینجوری رو با این رنگ سری باید بزنی تو گوشه کلکشن جمع میکنی. کفش خیلی خوبیه، قیمتش هم 4000 لیر این طورا 4200 لیر بود. بریم سراغ یه کار خفن از آدیداس براتون باز کنم. آدیداس سیمسونا اومد توی بازار توی سال 2023 و چند تا مدل داد، چند تا طرح و دیزاین‌های مختلف داد. سیمسون‌های دیگه‌ش هم براتون آنباکس کردم توی یوتیوبم، توی ویدیوهای قبلیم هست، حتما ببینید. کفش‌های خوبیه، جز کالکشن‌های خیلی قوی میشه که بعداً توی ریسل با قیمت بالا مثل سری M&M's و کورن و اینا. در کل کلبای آدیداس رو از دست ندید، اینو بهتون بگم. بقیه توضیحاتم تو ویدیوهای قبلی دادم، ببینید. اما این سریشو که آخرین سری یا جدیدترین سری در واقع میشه گفت، من خیلی حال کردم آقا، اصلا از جنس و طراحی و دیزاین براتون نگم، کار برنده است، کار بد برنده است. بذار برش کارو ببین چقدر این کار جذابه. اینو من توی کانال اینستاگرامم براتون گذاشته بودم، استوری کردم و خب خیلیاتون خرید زدید، خیلیاتونم دیر جنبیدید، ولی همچنان یه سری سایزای کوچیکترش موجود هست توی بازار. کانال اینستامم که همین شهرروزوای دیگه، همینی که کانال یوتیوبمه، همینو توی اینستام سرچ کنید براتون باز میکنه. از این رنگ بندی، از این جنس من هر چی بگم براتون کم گفتم.
بی نهایت جنس خفنی داره. یعنی واقعا آدیداس روی کلباش خیلی کار میکنه علاوه کیفیت. بعد این جنس روش یه حالت سوئتوری داره که تشکیل شده از چند تا رنگ خیلی خوش رنگ و خفن. جنس عالی، متریال عالی، ترکیب سوئد و چرم اصلا نگم براتونه. خود آدیداس که طرفدار زیاد داره هیچ، سیمسونا هم توی دنیا خیلی طرفدار دارن و همین باعث شده این کفش سری سولدات بشه. توی سیمسونا واقعا من این یکی رنگشو خیلی دوست داشتم، قیمتش هم قیمت خیلی خوبی بود. یعنی اگه نایک میخواست همینو بزنه، همین کلبو بزنه، بالای 7000 لیر قیمتش بود، ولی این هلوش 4000 لیر این طورا بود قیمتش، که واقعا کفش خفنیه، خیلی خوشگله، من دوستش دارم و 100% رفته توی کلکسیون من، همینجور که دارید میبینید اینجا. جعبش هم خیلی جعبه خاصیه. فقط این وسط من نمیدونم کدوم بیوجدانی، آقا یه سری چیزا رو ما ایرانی ها تو سرمون افتاده که آقا فلان رنگ دخترونه است، فلان لباس دخترونه است. آقا اصلا رنگ دخترونه پسرونه نداره. من خودم عاشق رنگ صورتیم، یعنی هیچ چیزی مثل صورتی منو حال نمیاره. حالا رنگای دیگر هم بوست دارم، ولی صورتی یکی از مورد علاقه ترین رنگای منه. کدوم بی وجدان اینو؟ اینا چیزایی بوده که تو بچگی از زمان قدیم انداختن تو کله ما. اصلا رنگ پسر دختری نداره، رنگ چیزی که از روح تو میاد. تو اگه با یه چیزی حال میکنی، از یه چیزی خوشت میاد، از یه رنگ خوشت میاد، روح تو داره از اون رنگ خوشت میاد و اصلا ربطی به پسرون و دخترون نداره. آقا اینا رو ول کن، با هر رنگی دوست داری، با هر رنگی لباس میپوشی بپوش. آقا به فکر مردم و گفته های مردم نباشید. این کارم که الان آدیداسی هم که بهتون نشون دادم یونیسکسه، تا سایز 45 هم داشته. کار اگه دخترونه باشه تا 40 بیشتر نمیزنن، ولی در کل چه لباس چه کفش اصلا بنده این حرفا نباشید. اون رنگ و مدلی که دوست دارید بگیرید. یه آنباکس ویژن براتون دارم آخر ویدیو. یه نایکی دانک داریم اگه اشتباه نکنم. اینم جز رنگایی بود که سولد آوت شد. باز دوباره این رنگ بلو خیلی طرفدار داره تو دنیا. ببین آقای لبرون رو بریم کنار. من خودم این رنگ رو بی‌ناموس دوست دارم ها. اصلا شما مگه نگاه کن کارو ببین آخه چقدر خوشگله این بی‌شرف، چقدر نابه. نایکی دانک بچه ها رویه ضعیفی داره متاسفانه، و متاسفانه که چون برگردی به تاریخچه این کفش، این کفش طراحی شده که اصلا چیز ارزونی باشه، کفش ارزونی باشه، چون معمولا اسکیت بورد بازا و اینجور داستان رو ازش استفاده می کردن. کفش باید کفش ارزونی می بوده. به خاطر همین متریالش نسبت به ایر جوردن وان خیلی ضعیف تره، ولی توی استایل واقعا اینو از ایر جوردن وان ساکوتا بیشتر دوست دارم. با شلوارک، با شلوار که اصلا نگم براتونه، کفش کفش خیلی خداییه. حالا این داستان ترک خوردن روی کفش هم همیشه هست که جدیدن خیلی مود شده، میدین از این قالبا میگیرید میذارید توشون، میتونید این کارا رو بکنید. ولی خب من زیاد اهمیت نمیدم، چون آدم کفشو میگیره که پاش کنه دیگه، بالاخره کفش خط میفته دیگه. اگه کفش رو که پاد میکنی زیاد درگیرش نباش. ولی در کل این رنگ آبی خوش رنگ نایک دانچی یکی دو سال پیش ریلیز شد، دوباره این سری ریلیز شد و واقعا خوشگله. واقعا این رنگش خوشگله، حرف نداره. من خودم خیلی دوستش دارم و قطعا رفته توی کلکسیون من. آنباکس ویژه ما که جزء کارهایی بود که پارسال ریلیز شد، خیلی خفن بود، سری سولد آوت شد و باید هم سری سولد آوت میشد. این کلبی که آدیداس داشت جز خفن ترین کلبای پارسالش بود به نظر من. بعد از زیر میز زیر میز میچم. آدیداس کورن، کلبش با بند راک کورن که فوق‌العاده بود. جز خفن ترین کلبای امسال آدیداس بود. یعنی واقعا دوستش دارم من این کارو. از دیزاین جعبه شما بگیر تا دیزاین کفش، بعد اونم کدوم مدل آدیداس؟ آدیداس کامپوس که خودش به تنهایی کلی طرفدار داره توی دنیا، و بند کورن که یه بند قدیمی باحاله و اصلا امکان نداره مثلا همسن من نباشی، در شستینا نباشی، بند کورن رو نشناسی.
جزو بنده راک اون موقع بود که همه عشقشو داشتن، همه گوش کردن، یعنی واقعا بنده راکو همه میشناسن و خب بند دوست داشتنی و همچنان طرفدارای خاص خودشو داره. این کار یعنی واقعا الان فقط تو ریسل میتونید بخرید، قیمتش بین 10 تا 12 هزار لیره، ولی خود کفش نزدیک 5 هزار لیر بود وقتی ریلیز شد. بذارید بازش کنم. شما کارو ببین، میگم اصلا آدیداس کامپوس خودش به تنهایی جز برنده های آدیداس بوده همیشه. بعد این آدیداس خوشگل با این رنگ خفن مشکی سفید همیشه برنده، یه زیره کرم رنگ وینتج توری، لوگوی آدیداس روی زبونش، روی زبونه اون یکی دیگه کرن زده، پشتش هم یه کرن با لوگوی خود کرن و یکی از کفش هم آدیداس. اصلا کار بی نهایت خوشگله، یعنی من واقعا نمیدونم اگه این کار از دست دادید، از دست دادید دیگه، الان باید با 10-12 هزار لیر بسته به سایزتون، تو سایت خودم هم هست میتونید ببینید، یه سری سایزاشو دارم برای فروش، ولی عالیه آقا. این به نظر من بهترین خفنترین کلاب آدیداس بود پارسال، یعنی در واقع 2023، و از لحاظ کیفیت که حالا همون سوئد همیشگیه، ولی از لحاظ رنگ استایل این کرن دوست داشتنی که این پشت نوشته واقعا خفنه. و مثل همیشه آدیداس تو کلاباش براتون یه بند بنفش گذاشته که اصلا کار جمع میشه، یه بند مشکی هم داره، و اینکه یه دونه پیک خود کرنم براتون اینجا گذاشته که حالا اگه گیتار میزنید میتونید استفاده کنید، اگرنم لازم نیست روی کفش باشه، اگه میخواید استفاده کنید باید بازش کنید، فازش رو نگیرید، چیز خاصی نیست. جز بهترین کارهای آدیداس امسال بود. کفش زیاده و واقعا کفش ها همشون خوبن، من سعی کردم چند تا از خفن‌ترین‌ها رو بهتون نشون بدم، بقیه هم یواش یواش تو آنباکس‌های بعدی براتون میذارم. اگر با ویدیو حال کردید حتما بچه ها سابسکرایب کنید، لایک کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، کارهای اداری رو انجام بدید، کامنت بذارید به نظر شما کدوم کفش خفن تره بهتره. و چیزی نمونده، بشیم 2000 سابسکرایب، بشیم 2000 سابسکرایب دوباره یه کالکشن خفن از کالکشن های خودم بهتون نشون میدم، کاره نابی زیرخاکی. همینجور که 1000 تا شدیم یه کالکشن براتون رو کردم، 2000 تا بشیم دوباره میخوام براتون خفن ترین کالکشنمو رو کنم. پس حتما سابسکرایب کنید و حمایت کنید یوتیوب ما رو. دم شما گرم، دوستتون داریم زیاد، این در واقع دوستتون دارم زیاد. تا ویدیوی بعد، آنباکس های خفن بعد، چکرم، خدا.